الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات قبل مطالبی را درباره اسماء و صفات الله متعال خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض کردم. از این جلسه به بعد می‌پردازیم به آحاد اسماء الله و در هر جلسه یکی یا دو تا از اسماء و نامه‌ها و صفات الله متعال را خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند توضیح خواهم داد. معروفترین نام الله که قبل از هر نامی دیگر بر زبانها هست و بیشتر از هر نامی دیگر مردم آن را می شناسند و بیشتر از هر نامی دیگر الله متعال با این نام صدا زده می شود و همه مردم این نام را می شناسند، لفظ جلاله الله است. الله اسمی هست و نامی هست که علم هست بر الله متعال. نام ویژه و اختصاصی الله متعال هست که هیچ کسی در دنیا نبوده که اسمش الله بوده باشد، نه مسلمانی و نه کافری، نه در امروز در زمان معاصر ما و نه در گذشته. الله نام اختصاصی پروردگار من و شما هست. الله و این لفظ جلاله در قرآن کریم بسیار مواردی هست که الله متعال این رو نام برده، بلکه بیشتر از تمام اسماء و صفات الله متعال لفظ جلاله الله ذکر شده. حدود 2700 بار در قرآن کریم لفظ جلاله الله ذکر شده و حدود بالغ بر 30 آیه هست که در قرآن کریم با نام الله و با لفظ الله آغاز شده. این لفظ الله یک لفظی هست و نامی هست که همه من و شما وقتی که این را بر زبان جاری می کنیم، این ذات را نام می بریم و با جمله و کلمه الله پروردگار ما را صدا می زنیم، یک انسی و یک آرامش خاصی به ما دست می دهد. این برمی گردد به معنی کلمه الله. لفظ جلاله الله و این کلمه بسیار پرمعنی و پرمحتوا هست. تقریبا 4 معنی دارد لفظ جلاله الله. یعنی وقتی که ما الله را صدا می زنیم، این جمله زیبا را بر زبان می آوریم، مجموعی از معانی را در واقع در قالب یک کلمه ما جمع کردیم. الله به معنی معبود هست. الله یعنی معبود، ذاتی که عبادت می شود،
ذاتی که لیاقت بندگی را دارد. الله من یعنی معبود من، و این عبودیت یکی از معانی الله است و یکی دیگر از معانی الله ملجأ هست، پناهگاه، یعنی ذاتی که مردم و آفریدگان به او پناه میبرند. الیه الیه در زبان عربی وقتی گفته میشود معنیش این است لجأ الیه، یعنی پناه برد. و من و شما هم هر وقتی که پناه میبریم به الله متعال پناه میبریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یکی از معانی لفظ جلال الله پناهگاه است، ذاتی که پناه میدهد، ذاتی که همه آفریدگان به سوی او پناهنده میشوند. و یکی دیگر از معانی بسیار لطیف و زیبای نام الله متعال یعنی محبوب، ذاتی که محبوب دلها هست، یعنی دارای چنان عظمتی هست، چنان بزرگی را دارد که هر کسی او را دوست دارد. یعنی با توجه به صفات والایی که دارد، با توجه به صفات کمال و جمالی که دارد، محبوب انسان هاست و محبوب آفریدگانش هست. و معانی این کلمه بسیار پرمحتوا هستند، بسیار ارزشمند هستند، که نشان بر اختصاص این کلمه به ذات الله متعال دارد. معنی چهارم لفظ جلال الله یعنی ذاتی که عقل بشر و بندگان در برابرش شگفت زده می شود و حیران و سرگشته می شود. الله یعنی آن ذاتی که عقل بشریت در مورد کنهش و در مورد عمق صفات جلال و کمال الهی در حیرت فرو رفته است. این هست یعنی الله. الله وقتی که ما میگوییم یعنی ذاتی که معبود ما هست، ذاتی که دلهای مؤمنان او را دوست دارند، در برابرش فروتنی میکنند، خوف و طمع دارند، بیم و امید دارند، او را به عظمت میشناسند، محبوب دلهای مؤمنان هست و چنان عظیم هست و چنان نامه ها و صفاتش عمیق و پرمحتوا هست که عقل بشریت در زمینه درک معانی لفظ جلال الله و صفات دیگر الله متعال در حیرت فرو می رود. این یعنی الله متعال. در قرآن کریم آیات متعددی هست که لفظ جلاله الله در آنها به کار برده شده. حدود 2700 جا لفظ جلاله الله متعال به کار برده شده. الله لا اله الا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا اله الا هو. در قرآن وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که الله متعال این نام را ذکر میکند و بعد از آن معرفی میکند که الله کی هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، الله یعنی آن ذاتی که غیر از او معبودی دیگر نیست. هو الله الذي لا اله الا هو در سوره حشر. بعد از آن الله متعال صفات دیگر الله را ذکر می کند، یعنی این که الله مجمع الاسماء و صفات الله متعال هست.
تمام نامه ها و صفات الله متعال برمیگردند به این کلمه الله. هو الله الذي لا اله الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تمام این صفات زیبا را و نامه های والا را الله متعال نسبت داده به الله. یعنی وقتی که الله را معرفی می کند با اسماء و صفات دیگر معرفی می کند، اللهی که غیر از او معبودی نیست، اللهی که حی و قیوم هست، اللهی که ملک و قدوس و سلام و مؤمن و مهیمن هست. این هست الله. در روایتی هست از حضرت عبدالله ابن بریده رضی الله تعالی عنه که از پدرش نقل کرده، بریده ابن حصیب، میگه یک روزی در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد بودیم، یک فردی از اصحاب یک دعایی کرد. دعایش این بود که اللهم اینی اسألک انی اشهد انک انت الله. ای معبود من، ای پروردگار من، من از تو مسئلت دارم با توسل به این که من گواهی می دهم که غیر از تو اللهی و معبودی وجود ندارد. اللهم اینی اسألک انی اشهد انک انت الله. اللهم معنیش از این یا الله، یا الله، اللهم یعنی یا الله. یا را حذف کردند و در آخر کلمه الله یک میم اضافه کردند، اللهم. این میمی که در آخر این کلمه هست به معنی یا هست، یعنی این که شما چی بگویید، یا الله یا بگویید اللهم. در این دعا آمده که اللهم اینی اسألک انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت، غیر از تو معبودی دیگر نیست. الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آن ذاتی که احد هست، سمد هست، یگانه و بی نیاز هست، لم یلد و لم یولد هست و هیچ گونه مثلی و مانندی و همشأنی ندارد. وقتی که این صحابی بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را با صدای بلند در مسجد خواندند، رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدند. یک جمله زیبا فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمودند که لقد سألت الله بالاسم الذي اذا سئل به اعطى و اذا دعي به اجاب. به به، عجب دعایی هست. تو الله متعال را با نامی صدا زدی که هر وقت کسی با این نام صدا بزند و دعا بکند، اذا سئل به اعطى، الله متعال اجابت می کند، می دهد. اگر خواسته‌ات را با این نام از الله متعال بخواهی، با توسل به این نام خواسته‌ات را برآورده می کند. و اذا دعی به اجاب، وقتی که با این نام فراخوانده بشود اجابت می کند. روایت در سنن ابو داود و ترمذی هست. از این روایت معلوم می شود که الله متعال اسم اعظمی دارد، یعنی از تمام نامه های دیگر الله متعال عظمتش، ابهتش، محبوبیتش نزد الله متعال بیشتر هست. و جالب هست در روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که در صحیح مسلم هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که ان احب اسماءكم الى الله عبد الله و عبد الرحمن. محبوب ترین نام های شما نزد الله متعال عبد الله و عبد الرحمن است. چرا؟ چون که جمله الله، کلمه الله نزد الله متعال بسیار محبوب است. وقتی که شما اسمتان را میگذارید عبد الله یا عبد الرحمن،
این زیباترین نام هست نزد الله متعال و محبوبترین نام هست. در این روایت هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که تو این به اون فرد گفت که تو الله را با اسمی صدا زدی که هر کسی صدا بزند اجابتش می کند. این اسم کدام اسم هست؟ اسم اعظم الله متعال. جمهور علما نظرشون بر این است که اسم جلاله الله متعال، لفظ الله، این نام اعظم هست. اسم اعظم الله متعال که هر کسی که با آن دعا بکند همین جمله اللهم یا کلمه الله هست. زیرا وقتی که ما به قرآن کریم برمیگردیم، عرض کردم که حدود 2700 بار در قرآن کریم ذکر شده و حدود 33 آیه با این نام آغاز شده، این دلالت بر محبت دارد. و عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمودند که محبوب ترین نامه ها آن نامه هایی هستند که در آن لفظ جلاله الله هست، عبدالله، و بعد از آن الرحمن و الرحیم. و غیر از این، در تمام روایاتی که در مورد اسم اعظم الله متعال آمده اند که بهترین و معروفترینشون همین حدیث بریدت ابن حسیب هست، در تمام این روایات لفظ جلاله الله آمده. این هر حدیثی که در مورد لفظ اسم اعظم الله متعال هست، این کلمه الله در آن حدیث دیده می شود. و غیر از این، دلیل سوم این که این نام جامع ترین نام الله متعال هست. الله متعال وقتی خود را معرفی می کند با این نام ذکر می کند و بقیه صفات را به این نسبت می دهد. اللهی که غیر از او معبودی نیست، اللهی که حی و قیوم هست، اللهی که ملک و قدوس و سلام و مؤمن و مهیمن هست. یعنی بقیه صفات مرجعشون اسم جلاله الله متعال هست که آن کلمه الله هست. و دلیل دیگر این که تمامی اذکاری که جز محبوب ترین اذکار هستند، محبوب ترین جملات نزد الله متعال هستند، این کلمه الله در آنها هست. سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. تمام اذکار رو وقتی که نگاه میکنید میبینید که لفظ جلاله الله در اونها وجود داره. تمام اینها دلیل بر این هست که این لفظ و این کلمه اسم اعظم الله متعال هست. غیر از این، بیشترین دعایی هم که ما میکنیم میگیم اللهم. یعنی هر کسی، عالمی غیر عالمی، وقتی که دعا می کند اولین جملهش این است که وقتی دستها را بلند می کند اللهم، با همین کلمه زیبای الله دعا می کند. و این کلمه، کلمه هست، نامی هست که هم نام ندارد. بقیه نامه های الله متعال بندگان هم نام دارند. رحیم، انسان هایی هستند اسمشون رحیم هست، کریم هست، غفور هست، اما الله هم نام ندارد. لفظ و کلمه اختصاصی الله متعال هست. و غیر از این، تمام مردم وقتی که تبرک بجویند در یک کاری با همین کلمه و لفظ جلاله الله هست. وقتی که شما شروع میکنید یک کاری را میگه بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که حیوانی را میخوای سر ببرید بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که هر کاری را که انسان مسلمان انجام میدهد این نام جلاله الله سر زبانش هست. اگر بخوای ذکر بکنید، معروف ترین ذکر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله، همین نام زیبای الله متعال هست.
و غیر از این، این کلمه به اندازه تلفظش سبک هست و زیبا هست که وقتی که شما الله را صدا میزنید لبهای شما حرکت نمی کند. یعنی بدون این که لب شما حرکت بکند، الله الله الله، میتونید که الله متعال را صدا بزنید. پس بنابراین لفظ جلاله الله اسم علم هست برای الله متعال، نام اختصاصی الله متعال هست که هیچ انسانی و غیر انسانی به این نام در طول تاریخ نامگذاری نشده و معنی بسیار پرمحتوایی را دارد. یعنی معبودی که پناهگاه انسانها و بندگان هست، همه او را دوست دارند، به عظمتش اعتراف و اقرار دارند و در عظمتش و در کنه صفات و نامهایش و در عمق معنی اسما و صفاتش عقل بشریت در حیرت میماند. پس بنابراین سعی بکنیم که لفظ جلاله الله با اذکاری که در این زمینه آمده، سبحان الله و الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، همیشه ورد زبان ما باشد. اگر دعا میکنیم با جمله اللهم، ای معبود من، ای الله من، همیشه دعا بکنیم. امید هست که الله متعال ما را بیشتر از گذشته معرفت خودش نصیب بفرماید و بتوانیم که الله متعال را در قالب اسماء و صفاتش بیشتر و بهتر بشناسیم، تا اینکه معرفت الله متعال و آرامشی را که لازمه شناخت الله متعال هست در زندگی ما انشاءالله بیشتر باشد. تا برنامه دیگر و نامی دیگر از نامه های پروردگارمان، شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني و بلغني الحقيقة والأماني و كان لي السبيل إلى المعاني.